بعد با جستار با من هارون معترف خوش آمدید کمیسیون مستقل انتخابات در تازه ها گفته است که به موارد دست یافته است که نشان میده سایر نامزدان ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوی استفاده میکنند و همچنان یگانه موضوعی که خیلی اهمیت دارد در پروسه مبارزات انتخاباتی مصارف و منابع پولی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد قانون انتخابات نامزدان ریاست جمهوری می بایست بیش از ده, ده میلیون افغانی مصرف نکنند و همچنان چگونگی مصارفشان را در جریان کارزارهای انتخاباتی باید به با کمیسیون مستقل انتخابات گزارش بدن همچنان یکی از نمران بانکی و حسابات بانکی را به با کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند تا قضیه مصارفشان شفاف باشد برای بحث بیشتر آقای سری رحمت برمک یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با ما هستند جناب برمک صاحب خیلی خوش آمدید به بحث تشکر شما چه موارد دست یافتین که نشان بده شمار نامزدان ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوی استفاده کنند. حالا مشخص است به عنوان یک ناظر و به عنوان یک شهروند ما دیدیم که شمار نامزدان از مش... از و از موترهای دولتی و همچنان حمل کردن تصاویر در رنجرهای های پلیس حمل میکنند و سوی استفاده کردن حالا دیدگاه شما چیست و یافته های شما تا این جای کار چی بوده خب طبعا یافته های شما یافته های ماست به خاطر که شما منایس ناظر بر انتخابات و ما هم توقعش داریم که بیشتر رسانه ها ما را این راستا کمک بکنن در خاطر که همون نظارت دقیق و درست را که ما توقع مردم از ما توقع داره در همکاری با رسانه ها در همکاری با مردم افغانستان چون انتخابات متعلق به همه مردم افغانستان است ما بتانیم یک نظارت خوب داشته باشیم در, در چارچوب قوانین و لواهی که ما تصویب کردیم برای تنظیم و بالاخره مدیریت چی کمپاین انتخاباتی است و چی روز برگزاری انتخابات است حالا مواردی که اون را که شما اشاره کردین از امکانات و وسایل و وسائل دولتی استفاده شده و ما دیروز خوشبختانه کمیسون فیصله کردن یک مکتوب را مجددا برای رئیس جمهور فرستادیم تا ای که فرمانی را که رئیس جمهور داده باید حکومتی ها بیشتر با فرمان رئیس جمهور اطاعت بکنن از او اطاعت بکنن و در جریان کارزارهای انتخاباتی کاندیدا از منابع حکومتی دولتی استفاده نکنن بنابراین یک بار دیگه مجددا ما خواستیم که گوشزد شدن حالا مشخصا مکانیزم چگونه است جناب آقای برمک وقتی از امکانات دولتی سوی استفاده میشه بنابراین مکانیزم چگونه است و بر بنیاد فرمان رئیس جمهوری یا آیا بر بنیاد قانون قانون انتخابات چگونه موارد پیگرد قضایی یا چگونه مورد پرسش قرار می گیرند نامزدان خب است که ما لوایح داریم قانون انتخابات است در روشنایی به قانون انتخابات ما لوایح را برای مراحل مختلف انتخاباتی ما تصویب کردیم که فعلا مریول اجرا است و در روشنایی لواهی ما همکاری خواستیم از دولت افغانستان که دولت افغانستان رئیس جمهور در دولت افغانستان فرمان صادر کردن در روشنایی لوایح قوانین انتخاباتی که دولتی ها در مجموع کسایی که در چارچوب حکومت کار میکنند به خصوص کسایی که در مقامات دولتی کار میکنند در جریان کارزار انتخاباتی کاندیدا و و روز انتخابات اینا دوربانن مداخله نکنن و در صورت که فرمان رئیس جمهور و لوایحی را که ما تصویب کردیم راحت نمیشه از طرف حکومتی ها تخلاف انتخاباتی است و وقتی که كمو... حکومتی های مقام های دولتی ما مرتکب تخلاف میشن رسیدگی از این کمیسیون های کمیسیون شکایت انتخاباتی است که ما این را به کمیسون شکایت انتخاباتی به در که تقرار شه طبعا ما به کمیسیون شکایت انتخاباتی ها میاره معرفی میکنیم بعد از زمن. زمن خود کمیسیون مستقل انتخابات ای صلاحیت هم داره که ازل امی مقاماتی را که امکانات دولتی را در اختیار کاندیدا قرار میدن ازلشان کمیسیون برای ریاست جمهوری پیشنهاد میکنه هر سطحی هل... این ازل بر بنیاد توصیه کمیسیون شکایت انتخاباتی صورت میگیره یا مستقیما شما وارد عمل میشید خود کمیسیون مستقل انتخابات این صلاحیت داره در دا صورتی که تشخیص اسناد و مدارک در اختیار ما قرار بگیره که فلان والی فلان قماندان امنیه فلان ولسوال فلان وزیر حتی در سطح وزرا به صورت شده که به نفع کاندیدا کار میکنن و ما مسئولیت ملی خود را میکنیم و ما او اصلش به رئیس جمهوری پیشنهاد میدیم تا اینکه باز فردا ما ملامت مردم و ملامت کاندیدا نشیم بنابراین این صلاحیت های دمی مرحله صلاحیت های خود کمیسیون مستقل انتخابات در صلاحیت خود میدونه و خود رئیس جمهور در در مجالس را که ما با رئیس جمهور رئیس دولت افغانستان داشتیم در مجالس مختلف خودشان مکررن ایرا یاد کردن که کمیسون نسبت به هر کسی که اسناد مدارک در اختیارشان باشه و بفهم بدان خود کمیسون ثابت بسازه که فلان مقام حکومتی در روند انتخابات و به نفع کاندید کار میکنه بنان گفتن که شما برای ما پیشنهاد حزل شراون کنین حزل کی میشه حکومتی دولتی یا نامزد نه هدف ما از حکومتی هستن بل. حکومتی هایی که فعلا در مقام و چوکی هستن اونا میخوان ما به کاندید از یک کاندید مشخص, مشخص میخوان حمایت بکنن با به کاندید کار بکنن از اونا خواستم که ازشون حمایت کنه اینجا موقف نامزده که نامزد ریاست جمهوری از نامزد انتخابات ریاست جمهوری اونا چیگونه مورد تعقیب قرار میگیرن طبعا اگه در صورتی که برعکسشون بازی رقم باشه <تصفح> او مکانیزم مشخص است کمیسیون شکایت انتخاباتی است که باز ما کاندیدا رو با کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی میکنیم با چیزی قانون پیش بینی کرده بالاشان تطبیق میشه آقای برامک در حال که سه روز از مبارزات کارزارهای انتخاباتی میگذره و تخطیه های مسلما صورت گرفته تا اینجا ای کار کمیسیون مستقل انتخابات چه کارهایی انجام داده برای پیشگیری از واقع شدن تخطیه ها و استفاده های سو و همچنان استفاده هایی که مسئولین دولتی انجام دادن؟ میشه که شما لازم کنید یک چند مورد تختی و تخلف را بگیرین نام بگیرین که نسبت به کاندیده که شما خودتون میفهمین که باز ما بتانیم بر از جواب مشخص داشته باشیم بله. در کارزارهای انتخاباتی آقای قیوم کرزی و همچنان در, در محفل سخنانی آقای زلمه رسول که نامزدان ریاست جمهوری هستند در پس زمینه سالون های خیلی بزرگ و در سخنانی که میکنن اکس های رئیس جمهور بود. آیا نصب شدن عکس رئیس جمهور فکر میکنید معنای چیز که از اینا حمایت میکنن یا اینا سوء استفاده میکنن از عکس یک کسی که مستقل است و هیچ ربطی در انتخابات نداره چقدر میتونه تاثیر بر روحی انتخابات داشته باشه رئیس جمهور رئیس جمهور افغانستان رهبر مملکت است فعلا در دولت افغانستان قرار داره ممکن تمام کاندیدا دوست داشته باشن که اکثر رئیس جمهور را در پس زمین در سر در زمینی کارشان قرار بدن اولیخ ما مانی جدی نیست به خاطر اینکه امروز رئیس دولت افغانستان نه کاندید ریاست جمهوری است و نه از کس حمایت میکنه کس کاندیدایی که دوز دارن رئیس جمهور افغانستان عکسشان عمل بکنن تا پشت د د کار خودان قرار بودن ما فکر نکنم که یک مشکل بسیار جدی شما فکر که انتخاباتی بله استفاده از عکس های رئیس جمهور فکر میکنین یکی از تختی ها پنداشته نمیشه و همچنان سخنگوی کمیسیون مسقط انتخابات قبلا هم گفتن که میتونه تختی پنداشته شود و حالا شما میخواین بگوین که تخطی نیست خب هدف از این که حالا بیشتر بیشتر بسیار جدی نیست موارد از دید ما کارهای دیگه هست که ما باید تو رو بیشتر جدی تر بگیریم نسبت به اینکه حالا اگه شما در کنفرانس در خیمه لو جرگه سوج عکس رئیس جمهور از 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 سالها به اونجا نصب است اونا نمیتونن کجا برن و عکس رئیس جمهور از جا پایین بکنن خیر سپاس پس از میان برنامه این بحث هم چنان ادامه بیننده جستار هستید آقای برمک بر بنیاد قانون انتخابات بیش از ده میلیون افغانی نباید یک نامزد ریاست جمهوری در کارزار در کارزارشان مصرف کنند حالا چگونه کمیسیون مستقل انتخابات با چه مکانیزمی و با چه راهکاری میتونه چگونگی مصارف مورد بررسی قرار بده و کمیسیون مستقل انتخابات گفته که نامزدان باید حساب بانکیشان شانه بسپارند به کمیسیون مستقل انتخابات و مورد نظارت قرار بگیره در حالی که سه روز از مبارزات میگذره و شماری از نامزدان حساب بانکیشون به با کمیسیون مستقل انتخابات نسپردن حالا چگونه بررسی میگیره در حالی که مصارف هم تا حال صورت گرفته خوشبختانه همون که هم شما اشاره کردین سه, سه شرط اساسی است که قانون و لوایر که ما تصویب کردیم او را دو تزد تذیل شده که او شرایط اولشی است که باید کاندیداست تمام دارایی خود را ثبت دومیشی است که حساب بانکی باید ایجاد بکنن سومی که نمایندهای مالی خودانه به خاطر گزارش دهی مالی یا حسابدهی مالی به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی بکنن حالا از جمع 11 کاندید تا امروز که من معلومات که تا امروز دارم 8 نفر از این کاندیدا تمام امور شرایط مرایل رد. که قانون برشان پیش بینی کرده او مرایل قانونی تایی کردن سرمایه خود را ثبت کردن حساب بانکی خود را به کمیسیون معرفی کردن نماینده مالی, مالی خودان را معرفی کردن فقط سه کاندیدی است که تا فل حالا نه حساب بانکی ایجاد کرده نه سرمایه خود ثبت کرده و نه نماینده مالی حالا در حالی که سه چهار روز از مبارزات اینایی که ثبت نکردن میشه بگوین که کیها هستن چون این موضوع خیلی شفاف و روشن هستن و ما چون انتظارشان رو کشیدیم یک،, یک کمی برشان اوصله کردیم در حالی که اینا باید در روز اول که کمپانی خود رو آغاز کردن،, کردن باید در روز اول تمام مرایل قانونی رو باید تایم میکردن و امی شرایط قانونی رو باید پورا میکردن آه. و متاسفانه کالسی نفرشان نکردن ما رفتی در روز شنبه کمیسیون ان شاء الله مجلس خواهد داشت و ما یاره منایس کسایی که تخلف کردن با کمیسیون شکایت خواتی ما فیشان میکنیم و اونجاست که قانون موارد تخلفی را که انجام دادن اونا برش کمیسیون شکایت خواتی برش جستجو میکنن آقای سرید میشه این سه فرد شما اسم ببرین که کی ها هستن شنبه ما از وقتی که ما نامو نام نامشان برای کمیسیون شکایت خواباتی روان کردیم باشه ما میدونیم که از کمیسیون شکایت پرسان بکنین که اینا اینا کی هستن فکر میکنین که چگونه مورد مؤاخذه مح... قرار میگیرن و جزای یا بسلا چگونه مورد تعقیب قضایی قرار میگیره و مشخصا جریمه چی میتونه باشه من فکر میکنم که چون اینا جز متخلفین قرار میگیرن و اول خود برشان بسار سنگین تمام خواهد در این روزهای اول به خاطر ازی که مردم توقعی را که کاندیدا دارن قانون پذیری است فردا اگه یا در تریبینای ظاهر میشن واسو از قانون صحبت میکنن بنان خودشان وقتی که تخلف میکنن متخلف قانون میباشن بنان اینا رو, خودشان, رو بر خودشان بر مردم سوال برانگیز میشن چرا خودشان به مردم سوال برانگیز میشه خوب بود که اینا پیش از همین دورهای کارزارای انتخاب پیش از اینکه انتخاباتی شروع شوه اینا امو شرایط قانونی را پورا میکردن آماده میشدن بر از همین کار که متاسفانه کارو نکردن و وقتی که این در کل دید ما است که برشان بسیار سنگین تمام میشه به خاطر اینکه مردم بالاخره باز قضاوت میکنن هر چیزی که صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است اینا را ما به فرصت به کمیسیون شکایت خواباتی کسایی که تخلف کردن معرفی میکنیم حالا صلاحیت و مواردی است که قانون شکار... قانون برای کمیسیون شکایت خواباتی داده چگونگی تخطی, تخطی و تخلفی که کاندیدا مرتکب میشن در جریان کارزار انتخاباتیشان که باز ببینیم که رسیدگی کمیسیون شکایت نشکن افتاده چه خواهد بود خیلی مهم دیگر آقای که منابع پولی خیلی مهم از در انتخاباتی و از کجا اینا در میارن بیشتر امکانات تا در کارزارهایشان به مصرف برسانن نامزدانه که شش یا هفت نفر که شما اشاره کردین دارایی هایشان را ثبت کردن در کمیسیون مستقل انتخابات حالا شما با چه مکانیزمی مورد بررسی قرار میتونید که این امکانات از کجا آمده یا منابع منابعشان که اینا رو تمویل میکنن کی ها هستن چقدر مشروع هستن چقدر مثلا پولشان غیر مشروع هستن چی گونه بررسی میشه؟ خب بررسیشون دقیق است وقتی که حساب بانکی را اینا ایجاد میکنن اینا مو پولی را که از مردم به دست میارن مخصوص اشخاص حقیقی که مردم است اشخاص حکومی که طرف کمپانی ها و شرکت هستند که ده. کمک میکنن برای برای کاندیدای محترم اینا چون پول وقتی که کمک میکنن باید به حساب بانکی کاندیدا کمک میکنن. و ریختن پول در حساب بانکی یعنی بالاخره کشیدن و داخل کردن پول در حساب بانکی خودش بالاخره همین نظارت ما را بیشتر دقیق سازند و ما مطابق با اسناد بانکی از اونا راپورای مالی را که کاندای محترم باید در هر 15 روز این از روز اول کمپاین تا روز 15 که اینا کمپاین میکنن باید حسابات مالی خودانه باید به کمیسیون اگر... مستقل انتخابات تسلیم بکنن اونجاست که باز ما وقتی که در مرحله اول راپورای مالیشان از طریق نمایندای مالیشان به دست آوردیم باز ما باز موقف خود اعلان میکنیم باز بدن سپاس خیلی سپاس آقای برمک پس از میان برنامه کوتاه این بس را ادامه دوباره خوش آمدید آقای برمک اگر کمپانی ها یا افراد و اشخاص حقیقی آنچه شما پول های نامشروع یا پول های مختلف پول های از, از بیرون کشور پول های مثلا که مثلا شفاف نیسته واریز کنن به نام کمپانی در حساب بانکی نامزدان اینجا چیگونه مورد بررسی قرار می گیره؟ خب حالا مفهی میگم که هر بانک برای خود پالیسی مشخص خود داره وقتی که ما بیشتر سر حساب بانکی تمرکز کردیم یا فعلا فکر میکنیم که باید هر کاندید اگه حساب مشخص داشته باشه در دا هر بانکی که خودشان میخوان بالاخره بانک ها بر خود پالیسی مشخص دارن وقتی یک باو نفر با. وقتی یک نفر یک شخص حکمی میخوان پول به بر نفر کاندید یک نامزد کمک بکنن در اون مرحله بانک است که باید پرسان بکنن نه کمیسیون مستقیم اگر بانک در یک ساز کار با نامزد کنار بیا اینجا چی <coughs> موقف کمیسیون فکر میکنین چی است خب این کار این کار بانک است که بانک خود چقدر چرا هر بانک بر خود پلیسی مشخص بر دریافت پول از اشخاص حقیقی و حکمی داره بران یکی از یکی منطقی را که ما بیشتر منطقی که چرا اکاندید باید حساب بانک ایجاد بکنه همین است که ما گذاشتیم بر بانک که بانک باید بیشتر فلتر بکنه که حالا 500 هزار یا یک یک لک افغانی یا بیشتر یا کمتری را که میخوان بر نفع یک کاندید یا کمپانی یا یک شخص حکمی کمک بکنه این وظیفه بانک است که تشخیص بکنه که پول از کجا به دست آورده نظر به با پالیسی بانکی خود بانک بازی ما رو کمک میکنن. در ما از ما کدام میکنیزم دیگه در کمیسیون نداریم که دقیق تر مورد بررسی قرار که ما باز دنبال اشخاص حقیقی و حکمی دنبالشان باشیم که اینا با کاندیدا چرا کمک میکنن ایجاد حساب بانکی و پولی که به با بانک میره ریخته میشه به نفع کاندید اونجاست که خود بانک باید بیشتر متوجه از این مسئله باشه کمیسیون مستقل انتخابات ظاهر قضیه را میبینه و طرف از با بانک اگر از ده میلیون افغانی بالاتر نره و پایینتر باشه مورد قبول است که چه پولی از از چه مجرایی میاد در بانک و اگر تقلب و جلی صورت بگیره کار صورت بگیره با نامزدان و بانک بانک ها مسلما ممکن این اتفاق بیفته حالا صرف کمیسیون مستقل انتخابات اکتفا میکنه با قر... با, ز... با زواهر قضیه و میبینن که حساب بانکی و به اساس اون استیتمنت بانکی بر چگونگی مصارف بررسی قرار میده میبینین یه چیز متوجه باشین که کل کار یک مرجع نمیتونه انجام بده ما قوانین داریم قوانین بانکی هست فعلا و دلیلی که ما میکانیزم خود تنظیم را که ما تنظیم کردیم برای نظارت از حسابدهی کاندیدای محترم در جریان کمپانی انتخاباتی یکیش همی ایجاد حساب بانکی است خب حالا اگر بانک پول سیاره داخل بانک خود می سازه باید بانک جابگوی باشه خب،, خب چرا ما با 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 بانک مرکزی که بانک ها بله. ممکن جوابگو نباشه ممکن در مثل انتخابات خب. 88 شما شاهد هستین که بلوای کابل بانک رسانه ای شد و تمام دنیا از اون موضوع با خبر شد استفاده سو از در جریان کارداران انتخاباتی دقیقاً و میلیون ها دلار ها مصرف شد دقیقاً خاطر تجربه تلخ میخوایم. بانک همون کابل بانک با هر مشکلاتی که داشت بالاخره اعتماد و اعتبار خود دست داد یک بانک وقتی که بخواه اعتبار خدا به خاطر یک مرحله که پیشروی داره که یک کاندید را کمک بکنه بخواه همو اعتبار خدا نزد مردم پایین بیاره باز اونا اگه کار را تا در آینده ها باز همو مثال بانک, بانک مرکزی از بانک های دیگه است که میخوان بانک های خصوصی دیگه را تفتیش بکنن در صورتی که پیدا بکنن در آینده مثل کابل انتخاب... بانک در انتخابات اشتادهش بسیاری از بانک ها دست داشته باشه در استفاده سی از استفاده از سپرده های بانکی مردم و ممکن برملا نشده و بیشتر رسانه ای نشد جز کابل بانک خود دقیقا این باز بعد از این کار لوی سارمولی افغانستان است نهاده یدلی است که باز دستورت که پیدا میکنن که بانک ها مطابق به قوانین و پالیسی را که بانک مرکزی برشان داده یا خودشان دارن مطابق قضا عمل نمیکنن این کار نهاده یدلی است که باز برش رسیدگی شا رسیدگی بکنن. و در صورتی که کدام شکایت مشخص کدام مورد اعتراض مشخص نسبت به شخص حکمی که ثابت او برای ما که فلانه شخص حکمی اینقدر پول سیاره داخل فلان کرده ده. طبعا ما اجرات قانونی خود خواد کردیم و برش رسیگی خواهد کردیم خاموش نخواهد ماندیم ده. وقتی یک تجار یا یک یک نهاد حکمی میای از یک نامزد امایت میکنه و در قسمت مصارف و در قسمت کارزارایشان حمایت میکنه و از منابع درآمد خودشان به نفع کاندید در اختیارشان میذاره. حالا فکر میکنید وابستگی این حد با این حد یک نامزد به نهادهای تجارتی ما ممکن پولهایی از مجراهای مختلف اون نامزد برسه فکر میکنید وابستگی نامزد با, پول با پولهای دیگران چگونه یک حکومت خواد به وجود آمد و اگر پولهایی که هیچ قابل بررسی نباشه و نامزد مشخصا وابسته باشه با کمک های بیرونی فکر میکنید که نامزد میتونه در آینده وقتی به قدرت میرسه مستقل عمل کنه خب عدف تان از کمک های بیرونی باشه که خارجا بازی یک بود مسئله است که در قانون واضح تصریح شده که هیچ کاندید نمیتونه از منابع خارجی پول به دست بره یا ای که امو مقدار پولی را که مثال تا 500 هزار یک شخص اخمی کمک میکنه برای ای, برای یک کاندید و بالاتر از او کمک میکنه باید او هم واضح باشه که او از کجا کمک میکنه به چه شکل کمک میکنه یا یک شخص حقیقی که تا 20000 20000 افغانی را میتونن میتونن به یک کاندید که در قانون یا که ما تصدیق کردیم مشخص شده بالاتر از او را باید خود کاندید باید جواب ده باشه حالا اگر در حساب بانکی یک 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 از کاندیدا یک شخص یک شخص یک حکمی مثال 500 هزار یا یک میلیون کمک بکنه بنان اونا جواب دیسن باز بر ما باز ما پرسانشان میکنیم که راپور مالی را که برای ما هر پانزه روز تسلیم میکنن باز کمیسون پرسانشان میکنه که شما این شما مناسبت همی کمک یا رابطه می کمک برای میکنه برای بر نفع میکنه اینم این معلوم است که یک فرد تا چه حد میتونه از یک نامزد مالی کنه یا میتونه هر قدر خواسته باشه حمایت کنه خب حداقل من پیشتر اشاره کردم که مقدار مشخصی را که ما در چارچوب بیشتر اشاره کردم تعیین شده که اشخاص حقیقی مثال تا 20000 افغانی که کمک میکنن اونا مصرف روزمره شون به یک رقم برامو گزارش داده میشه مصرف های کلانشون کمپاین دسته کمپاین کو مصرف میکنن و به شکل دیگه گزارش داده میشه با حساب به مفهوم از این نیست که اینا هر قدر که مصرف میکنن نظر منبی که پول بدست میارن اون راپور خود بر ما تسلیم میکنن و ما بگیریمش و روان رخصت کنیم به شکل نیست وقتی که اینا میارن پول از بانک خارج میشه به نفع همو کاندید در جریان کمپانی های به مصرف میرسه باز اونا با اشخاص تکنیکی را که ما موظف ساختیم برای رسیدگی برای زمین موارد اونا بازی این موارد, موارد از پیشان توسان میکنن که پول از کجا آمده چطور مصرف شده و در کجا مصرف شده و همچنان به نوان آخرین پرسش موضوع امنیت انتخابات که خیلی نگران کننده است و خیلی حیاتی و مهم است برای پروسه برگزاری انتخابات در دو اه، کارزارها اه، شما شاهد هستید که در روز اول آغاز مبارزات انتخاباتی دو تن از کارمندان یکی ستاد انتخاباتی در ولایت هرات مورد سوی قصد قرار گرفت که متاسفانه منجر به کشته شدن دو کارمند شد نگرانی ها از اینجا بیشتر است که مبادا در جریان بیش از یک ماه ماه که باقی مانده ستاد ها بتانن مبارزات مسلحانه داشته باشند خصومت ها با وجود بیاید و ممکن بر وضع هاشفته شوا بیشتر از این دیدگاه شما خب چی است خب اگرچه ما در در گذشته موقف ما کاملا واضح بوده موقف که مستقل انتخابات که ما کدام نیروی ویژه و کدام نیروی امنیتی نداریم که پشت بله. دروازه ستاد انتخاباتی هر, هر ما استاد بکنیم که امنیت از اونها رو بگیره بنان امنیت بیشتر متوجه میشه به ارگان امنیتی افغانستان حالا ناهنجاریها ها و نابسامانی های امنیتی که اتفاق میفته در چارچوب در جریان کارزار انتخاباتی شما میتونید نیرای امنیتی افغانستان پرسان بکنیم چون انتخابات برگزاری انتخابات یا مرایل انتخابات کار مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان است و ما, ما بدون ناامکاری نهادهای امنیتی ما انتخابات را نمیتونیم برگزار بکنیم بنا هر آلتی که اتفاق میفته هر ناامنی که در افغانستان نسبت به کارزارا انتخاباتی در این مرحله البته بعد میگه به نهادهای امنیتی که شما میدونید نظر بپرسید بکنید آقای رحمت برمک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از حضور شما دشتر. سپاس از شما که تا این دم بینیده جسور بودید